کنفوسیوس مشهورترین فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی و معلم چینی است که در سال 551 پیش از میلاد مسیح در چین باستان زندگی می کرد. در این قسمت سخنان زیبا و ارزشمند وی را برای شما تقدیم می کنیم. با خردمند همراه باشید. زندگی واقعا ساده است، ولی ما بر پیچیده کردن آن اصرار داریم. مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران. چیزی را به دیگران تحمیل نکن که خودت خواستار آن نیستی. شغل را انتخاب کن که عاشق آن هستی و حتی یک روز هم در زندگیت مجبور نخواهی بود کار کنی. دانش واقعی این است که میزان نادانی خود را بدانی. هر کار انجام می‌دهی با تمام قلبت آن را انجام بده. مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشی. وقت خشم به سراغت می آید، به عواقب آن فکر کن. زیبایی در همه چیز وجود دارد، ولی هر کس قادر به دیدن آن نیست. موفقیت نیازمند آمادگی قلبی است و بدون این آمادگی شکست حتمی است. می شنوم و فراموش می کنم. می بینم و یادم می ماند. انجام می دهم و می فهمم. وقت مشخص است که اهداف قابل دستیابی نیستند، اهداف را تغییر نده، اقداماتت را اصلاح کن. اگر برنامه‌ات برای یک سال است، برنج بکار. اگر برنامه‌ات برای 10 سال است، درخت کاری کن. اگر برنامه‌ات برای 100 سال است، کودکان را تعلیم بده. تنها عاقل‌ترین و احمق‌ترین انسان‌ها هرگز تغییر نمی‌کنند. نمی‌توانید کتاب را باز کنید بدون اینکه چیز یاد بگیرید. اراده برای پیروز شدن، تمایل برای موفق شدن، اشتیاق برای رسیدن به ظرفیت کاملتان، اینها کلیدهایی هستند که قفل دربهای تعالی فردی را باز می کنند. قدرت هر ملتی از انسجام خانه می آید. بزرگترین شکوه ما نه در هرگز زمین نخوردن، بلکه در بلند شدن بعد از هر دفعه زمین خوردن است. از تو می خواهم هرچه که عمیقاً در هسته وجودت هستی باشی. اگر به همراه 2 نفر دیگر قدم بزنم، هر کدامشان به عنوان آموزگار من عمل می کنند. من نکات خوب یکی را دستچین و آنها را تقلید می کنم و نکات بد دیگری را دستچین و در خودم اصلاح می کنم. هیچ وقت شمشیر را به دست کسی نده که نمی تواند برخصد. موفقیت به همان اندازه شکست خطرناک است. اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیبجویی. مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد. هیچ وقت از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. میان روی و حد خود نگه داشتن کمال سرشت آدمی است. اگر شما آدم نادان و بیخبر باشید و به این امر پی ببرید، این خود یک نوع آگاهی و دانش است. 3 نوع دوستی است که در همه جا پرسود و با ارزش است و 3 نوع دوستی دیگر هست که زیان‌آور و باعث پشیمانی است.
دوستی با کسانی که در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با کسانی که درستکار و راستگویند و با آنان که تجربه بسیار دارند سودمند است. ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاکاران و یاوگویان موجب بدبختی و رسوایی است. یک مرد خشمگین وجودش پر از زهر است. مرد بزرگ اگر وقار و خویشتنداری را فرو بگذارد، احترام و خرد خویش را از دست می دهد. کسی که یک بار فریاد حیوان را در حال کشته شدن شنیده باشد، هرگز نمی تواند گوشت بخورد. از سه را خرد آموخته می شود. از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است، از طریق تقلید که راحت ترین راه است و از طریق تجربه که تلخ ترین است. شرافتمند هرچی را می خواهد در خود می جوید و دون و فرومایه در دیگران. خود را به چیزهای کوچک گرفتار کردن از کارهای بزرگ بازماندن است. هیچ اندیشه بدی را در سر یا دل خود جای مده. مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود تند و سری باشد. ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابر زودگذر است. انسان برتر از عدالت آگاه است و انسان پست از مزیت. من از یاد دادن آنچه یاد گرفته بودم هرگز خسته نشدم. این یگانه خدمت ناچیزی است که نسبت به خودم میتوان انجام داد. آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزوی من است. تنها با زن ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد. بردن همه چیز نیست، اما تلاش برای بردن چرا؟ ممنونیم که تا انتها با ما بودید. از کدام جمله خوشتان آمد در کامنت بنویسید و برایتان پیشنهاد می دهم سخنان زیبا و ارزشمند آل پاچینو بازیگر معروف هالیوود را نیز ببینید. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.